منظور عیسی مسیح از اینکه شما کارهای بزرگتر از من خواهید کرد چه بود؟ آیه به نظرم خیلی جنجال برانگیزه و من حداقل که دو نوع مختلف تفسیر و تعبیر این آیه رو پیدا کردم. حالا من یکی از نمونه هایی رو که شنیدم رو میگم، بعد شما اگر البته تاییدش نمی کنم این تعبیر رو، ولی میگن که همونطوری که عیسی مسیح خیلی معجزات کرد، ما هم معجزات خیلی بیشتری رو از مسیح انجام خواهیم داد. خب میتونه یک بعدش معجزه باشه، ولی یک بعد دیگرش امروز ما میبینیم که میلیون ها نفر پیغام رو شنیدن و کار خداوند ما عیسی مسیح در انجیل میگه که اومدم که اراده پدر رو انجام بدم. و اراده پدر چی بود؟ که این قربانی که بعد انجام میشد انجام میشد، این خون عیسی مسیح ریخته میشد کفاره گناهان، که با ایمان به اون ما نجات پیدا میکردیم. امروز ما حتی از لحاظ تعداد اگه بریم، تعداد بسیار زیادی از اون زمانی که عیسی مسیح شخصا خودش بشارت رو داد ایمان آوردن. این میتونه یک تعبیر که منم این رو شنیدم باشه. دقیقاً کار خداوند، و منم دقیقاً فکر میکردم همین میتونه باشه، که کار خداوند وقتی بر زمین اومد این بود که نجات رو آشکار بکنه. اون این کار رو شروع کرد، ولی شاید میتونم بگم در بعد خیلی کوچکش. ولی ما امروز با اون گستردگی که داریم و شاید امکاناتی که داریم، داریم اون رو در بعد بزرگش انجام میدیم. امیر جان شما نظرت چیه در این قسمت؟ بله، من موافقم با عیزان با صحبتهایی که شد. فقط نکته‌ای که هستش، من فکر می‌کنم معجزاتی که عیسی مسیح کرد و کارهایی که عیسی مسیح انجام داد در طی 3 سالی که خدمت کرد بر روی زمین، واقعا معجزات عظیمی بود. و به دید من اگر تمام این معجزاتی رو که تا به امروز انجام شده اینها رو ما کنار همدیگه قرار بدیم، من اینطور تصور میکنم به وسعت کار عیسی مسیح نخواهد رسید و اون کار عظیمی که کارهای عظیمی که عیسی مسیح انجام داد. ولی من با یک دید دیگه‌ای به این قضیه نگاه میکنم و ما میبینیم بعد از عیسی مسیح که چقدر از طریق کلیسا، از طریق خدمات کلیسا، یا میتونیم بگیم زیر سایه کلیسا، میبینیم که کلیسا داره اعلام میکنه که در واقع بردهداری رو داره رد میکنه، یا داریم میبینیم که کلیسا داره بیمارستان ها تأسیس میکنه، یتیم خانه ها تأسیس میکنه، سازمان های بشر دوستانه و خیلی مسائل اینچنینی ما داریم میبینیم که در طی تاریخ کلیسا بنیانگذار این مسائل بوده. من فکر میکنم که من اینطور تصور میکنم که عیسی مسیح داره به این موضوع اشاره میکنه که کارهای بزرگتر، به خاطر اینکه شاید اون موقع این امکانات نبوده. اوکی، عیسی مسیح معجزات خیلی زیادی رو انجام داد، ولی امکان این جور کارها اون زمان شاید نبوده. ولی داریم میبینیم که بعد از عیسی مسیح چقدر در واقع کلیسا کارهای مثبتی رو برای جامعه انجام داده. دقیقاً اون بخشی رو که اشاره کردی در مورد معجزات، منم موافقم. من فکر نمی‌کنم این قسمت در مورد معجزات صحبت می‌کنه، چون معجزاتی که مسیح کرده هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت خیلی متفاوت بوده، خیلی وسعتش بیشتر بوده. باز فکر می‌کنم برمیگردیم به همون قسمت صحبت اولی که با هم دیگه داشتیم. ما در خدمت بازیافت دنیا و فرهنگ و به هر حال برقراری پادشاهی آسمانی نقش خیلی مهمی داریم و اینجاست که مسیح پادشاهی خودش رو آغاز میکنه، با پادشاهی خودش رو آغاز میکنه و ما اینجا مسئول هستیم تا این رو گسترده ترش بکنیم. حالا در شما به بخش عرضم به خدمتتون بشارت و این قسمتاش اشاره کردید، میجام توی خدمتهایی که میتونه کلیسا کارساز باشه توی تغییر فرهنگ و یا کمک به انسانها. و میبینیم که توی یعنی بعدهای مختلفی توی این قسمت داره که من فکر کنم از این لحاظ نگاه کردن خیلی درست داره. چون اصلا کار عیسی مسیح وقتی بر روی زمین اومد این نبود که بیاد مریض ها رو شفا بده یا معجزاتی کرد. هدف اون اومدن بر روی زمین این نبود که این کارها رو انجام بده. شاید این کار انجام شد که خداوندی عیسی مسیح ثابت بشه در اون لحظه، ولی در واقع هدف خداوند این نبود که بیاد مثلا مریض شفا بده یا مثلا دریا آروم بکنه یا دیوها اخراج بکنه. تمام اینها فقط برای ثابت کردن اینکه عیسی مسیح خداوند. نکته قشنگی بهش اشاره کردن، نمیدونم شما موافقید با این صحبتی که میخوام بکنم یا نه. توی کتاب مقدس ما واژه معجزه نداریم،
حداقل توی عهد جدید هر جا معجزه هستش، حالا توی فارسی اینجوری ترجمه شده، توی اصلش آیات و نشانه هاست. آیات و نشانه هم داره اشاره میکنه به یک مطلبی. پس مسیح هر وقت که میومد این معجزات رو انجام میداد که کتاب مقدس از آیات و نشانه ازش اسم بره، برای تایید انجیل یا این خبر خوش که نجات آمده است بود. حتی شاگردان مسیح هم شروع کردن این کارا رو بکنن. توی کتاب عبرانیان فکر کنم اول باب دو آیات 4 و 5 اگه اشتباه نکنم باشه، اینم از آیات و نشانه ها صحبت میکنه که به وسیله اینها تایید میشه این پیغام. بنابراین کار اصلی مسیح به نظرم همون انجام دادن نجات و فدیه بشر. من فهم کنم که اگه معجزه ای باشه که آیتی برای مسیح نباشه، بعد اون معجزه رو شک بکنیم بهش. دقیقا. ولی از اون طرف من میخوام یک چالشی هم اینجا بیارم که عیسی مسیح آیات و نشانه ها رو انجام داد و پیغام خودش رو هم داد. بعد از اون کارهای بزرگتر، حتی در معجزه هم در بعضی زمین ها شاگردان واقعا کارهای بزرگتر کردن، مرده ها زنده شدن، فلج ها، نمیدونم کورها زیاد بودن. الان ما به دوره امروزیمون نگاه نکنیم که متاسفانه به هر دلیلی که هست معجزات خیلی درجهش کمتر شده، شاید کم ایمانیه، شاید گناه، هر چیزی که هست نمیدونم، یک بحث جدایی است. ولی بدونیم که اون موقع واقعا معجزات شد و آیات و نشانه ها بود و برای همین است که یکی از دلایلی است که کلیسای اولیه واقعا رشد کرد. من فکر می‌کنم که اینجا یک چالشی است برای کلیسا که بدونیم که خداوند ما عوض نشده، دیروز امروز تا ابد همان هست. ما شاهد هستیم و می‌شنویم که در ایران مردم دارن تجربه میکنن معجزه ها رو و آیات و نشانه هایی رو که بعضی موقع در غرب به هر دلیلی که من برای خودم یک فکری دارم ولی نمیدونم، نمیخوام به صورت تعلیم باشه، در غرب خیلی کمتر اینها رو میبینیم. بدونیم که خداوند همون خداوند هست و میتونه هنوز اون آیات و نشانه ها رو بیاره که برای دنیای امروزی ما، برای بیمان هم بدونن که خداوند فقط یک تئوری نیست، در عمل هم آیات و نشانه داره.